سلام وقت سان بخیر به محور امشب خوش آمدید پاکستان کشوری که از بدو تاسیس تا امروز با هر گونه نظام حاکم در افغانستان روابط پیچیده داشته است اما این بار و پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی رابطه دو کشور فاز جدیدی را تجربه می کند. از درگیری های مرزی و اخراج پناهجویان و افغان تا مسدود کردن گذرگاه ترخم چرا پاکستان هر از گاه گذرگاه ترخم را مسدود می کند های مسدود شدن گذرگاه ترخم برای دو کشور چیست و راه های بدیل گذرگاه ترخم کدام هستند این و مورد بیشتر را در محور امشب با مهمانانم به بررسی میگیرم اقایان آقایان میرویس حاجی زاده بازرگان و معاون اتاق زراعت و مالداری و همچنان آقای شبیر احمد بشیری رئیس هیئت عامل مجموعه کابل اینجا در حضور داشتند گرامی بخیر خیلی خوش مهربان باز گزارنده که دعوت ما پذیرفتن <تصفح> با سی بیاگف از از مزد, موند... مزد شدن گزارگاه ترخم و تو اینجای کار هیچ نشانه ای از پاس شدن این گزارگاه تو اینجای کار به ششم نمیخوره قبل از رو اینکه روی موارد دیگر رو بپردازم میخوایم از اهمیت و ارزش این گزارگاه با ما صحبت بکنین چند از بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های بسیار خوب تلو نیوز مردم عزیز ما خدمت <تصفح> حاجی صاحب معزز که در بس با ما شرکت دارند اهمیت اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی و تجارتی بندر کراچی به تعاملات تجارتی و اقتصادی افغانستان خصوصا به صادرات واردات و در کل به حرکت های تجارتی همیشه گفتیم بازم یک بار دیگه تکرار میکنم بس. که بندر کراچی به ما دارای اهمیت استراتژیک است نه تنها بندر کراچی سه بندر در پاکستان بندر گوادر بندر محمد بن قاسم و بندر کراچی با افغانستان من یک کشور مهاد به خشکه و من حیث یک کشوری که صادرات منحصر به فرد و صادرات که ما در اون مزیت های نسبی داریم دارای اهمیت استراتژیک بوده یعنی بدون کراچی دو بندر دگان برای ما دارای اهمیت است از طرف دیگی همیشه در ادوار مختلف تاریخ در بعضی از قسمت از تاریخ ما حتی حدود 90 درصد لود ترانزیتی، ترانسپورتی و تجارتی خود بالای بندر گوادر و بندر کراچی داشتیم یعنی کلان تمرکز ما تمرکز تجارتی ما از این مسیر بوده و در بعض از مواقع یا مقاطع تاریخی که پاکستانیا ها، پالیسی های عجیب و غریب رو روی دست می گرفتند که او پالیسی ها باعث محدود شدن روند تجارتی افغانستان از این مسیر می شد این مسئله ما رو داشت که یک مقدار روی راه های ترانزیتی و ترانسپورتی دیگه هم در منطقه فکر کنیم رای بدیل که این مسئله باعث عزیز شد که بعد از بندر کراچی بندر عباس در کشور ایران جایگاه دومه بل هاز ترانزیت و ترانسپورټ صادرات و واردات افغانستان به خود بګیره و یا حفظ کنه مې مونه بس بدیل و بدیلګرایی متاسفانه بدیل کراچي در منطقه وجود نداره و هم تر هم تر بدیل بندر گوادر هم در منطقه وجود نداره نکته بسیار جالبه کې می خوایم اشاره کړم یي است کې بندر گوادر نقطه مواصلاتي صادراتي افغانستان و بزرگترین پارتنر صادراتی ما که در جهان که هندوستان از بوده میتونه امه. و است و هندوستان با داشتن نفوس وافر و در درون خود بازار بلقوی متقاضی را برای کالاهای افغانستان خصوصا برای مسئولات تجارتی افغانستان که حاجی صاحب حضور داره در بعض با ما که از اتاق امه. زراعت صحبت میکنن بره. خصوصا برای محصولات زراعتی افغانستان فوق لاده بازار بلقوه است بازار هندوستان و نکته که ما را وصل میکنه با هندوستان بندر گوادر است پس اینجا به این نتیجه میرسیم که بدیل گوادر هم وجود نداره بدیل کراچی هم وجود نداره ما خدمت تو نرس کردم که مجبور شدیم به اثر پالیسی هایی که پاکستان روی دست میگرفت و او پالیس پالیسی, ها محدود میکرد کرد روند تجارت افغانستان ها. جانب افغانی مجبور شد که راه های دیگی را روی از او سرمایه گذاری بکنه در حقیقت یک نوع سرمایه گذاری است ما میخوایم بیشتر هم بپرسیم میره بشیر سپه ما که پالیسی های شما اشاره کردین با مزرد که صحبت شما قطع کردم اما این پالیسی ها مثلا ناشی از هست چی هستند چرا هم مثلا پاکستان خواستن که به عنوان ابزار سیاسی و فشار از یک گذرگاه ها در خصوص افغانستان استفاده بکنه و آخرین موارد هم که کسرگای ترخم هست از ای قبل ما شاید مثلا برخورد نادرست هم بودیم در خصوص مجرین افغان و حالا آخرین اقدام که پنج کسرگای را چارش هم کرده و تنها یک کسرگای کلا هست است و هم به صورت اندکه که داد صورت صورت میگیره باز مانده تو اینجای کار خب در رابطه به می سوال شما دقیقا وزارت صنعت و تجارت یک مجلس امروز دایر کرده بود در تالار ولیسی سابق و جمع کثیری از تاجر، سندکار، سرمایه گذار و نماینده های سکتور خصوصی را دعوت کرده بود و شخص خود وزیر سنت و تجارت در رست قرار داشت و یک همه پرسی را برا انداخته بود به منظور حل مشکل با پاکستان و می هفت هشت روزه که شما اشاره کردین که مهم. کامین های تجارتی اوجه متوقف مانده که خوشبختانه در مجلس امروز آجی سایبم حضور داشتن که امروز امشب در برنامه با ما حضور دارن پیشنهاد مشخص مه با شخص خود وزیر صنعت و تجارت ای بود که با ادبیات متفاوت وارد مذاکره با پاکستان شویم در مذاکره خود با پاکستان خصوصا در بود تجارتی و اقتصادی ادبیات خود تغییر بدیم با زبان دیگه و از زاویه دیگه وارد مذاکره شویم با اگر یک مقدار چگونه باید باشه تون باشه درست باشه واضح تر اگر یک مقدار تعاملات تجارتی و اقتصادی را هم جانب پاکستان و هم ما ما که علاقه هستیم و حاضر هم هستیم درست. که تعاملات تجارتی و اقتصادی را به یک مدت بدور از تعاملات سیاسی محاسبه کنیم و بدور از عینک سیاسی با تعاملات تجارتی و اقتصادی ببینیم ما میتونیم که با یک ادبیات جدید و از یک زاویه جدید وارد مذاکره با پاکستان شویم مشکل حل بکنیم ادبیات جدید ما باید متمرکز و زبان بسیار نرم و برادرانه و در در قالب یا در دید همسایه باشه درست. با یک ادبیات نرم و برادرانه بشت. با پاکستان وارد مذاکره سهب شد سپاسگزارم بسیار از شکر بشیر سه برمیگردم واجی زاده شما خب حالا اشن بشیر در رابطه با صحبت کردن اما فکر میکنین که پاکستان سیاست اقتصادی چه در خصوص افغانستان چگونه تعریف میکنه و در نشست که امروز صورت گرفت چقدر خوشبینی ها را به بار میاره تا اینکه یک باس بکنه و این مشکلات هایی که از دیر زمان به طرف وجود داره میان کابل و اسلام آباد هم حل بکنه دقل سلام بر شما جناب بهرام سلام, بر جناب رئیس بحرام. جوان آگاه جوان دانسته ما شما و هم برنده های تلویزیون تلونیست ما امروز یک نشست خوبی داشتیم به سرپرستی جناب وزیر صاحب صنعت و تجارت باز موضوعی را که ما با وزیر صاحب مشکلاتی داشتیم که ما باید با پاکستان یک سیاستی را پیش بریم دوستی یا دشمنی دوستی یا دشمنی ما نمیتونیم که دفتن به با یک بارگی بتونیم با پاکستان روابط اقتصادی خود قطع کنیم ما نمی تانیم که با پاکستان روابت دیرینی خوده هم قطع کنیم ما باید تا مدت زمانی که تاجر ما به با پاستاد باشه روابت ما با دنیا ایجاد شوه ما بدیل پاکستانه ایجاد کنیم ما بری فعلا بدیل پاکستانه نداریم ما کدام کشور بدیل دانسته میتونیم بل خصوص در بخش سبزی و میوه برای ما رای واگه کشور هندستان از مسیر رای ترخم نزدیک است کشور پاکستان هم از نفوذ 220 میلیون نفوذ برخوردار است مارکت خوب برای ما بل خصوص به سبزی و میوه ما پاکستان است و افغانستان هم با پاکستان یک مارکت بسیار خوب و مارکت با است هر قدر که ما روابط دیپلماتی اقتصادی فرهنگی دوستی سیاسی داشته باشیم به با ما اندازه بهتر است امروز متاسفانه متاسفانه که پاکستان هم مشکلات خود داره پاکستان تنها با افغانستان مشکل نداره پاکستان با هندستان مشکل داره پاکستان دیر شما دیدی که چند قبل با ایران هم مشکلاتشان ایجاد بود نه ابل خصوص این دهی ای آخر نو روز شد که پاکستان با افغانستان هم مشکلشان بیشتر شد. خب به یک چیز ما خوش هستیم بازم با حکومت حکومت هم مشکلات خود داره ما نمیگیم همه چیز درست شد و همه چیز بجا شد حکومت ها مشکلات خود داره خوبی ای حکومت در کجاست این خوب است که مشکلات ما شما به ولایت در ولایت است ما در گذشته ها نمیتونستیم که از کابل تا جلال بریم در مسیر را مشکلات داشتیم ما نمیتونستیم که از کابل تا مزار بدخشان بریم ای که کشور از هر کشور از خود یک پالیسی داره و هم پالیسی که دارن مشکلات اقتصادی هم دارن شما میبینید که پاکستان به یک بحران جدی گرفتار است و پیشنهاد ما این است که برای فعلا ما باید با پاکستان تعامل نیکی داشته باشیم تا مدت زمانی اما این همورا ما افغانستان مثلا دست تعامل دراز کرده و خواستان را یک رابط خوب سیاسی و در حوزه اقتصادی هم بوده اما ای پاکستان بوده که همواره گفته میشه که اونا نخواستن که چنین یک خب. یک, یک سیاست رو در پیش بگیرن پا. تا اینکه رابط بهتر پا. باشه خوبتر باشه اما همورا مشکل تراشی کردن گفتن نظر با تجربه قبلی چقدر خوشبین هستن که این بار ای تعمل که شما پیشنهاد میکنین بتونه اثر گذار باشه یک جای بگیره پاکستان گناهشان نیست مشکلاتشون بیشتر است پاکستان هم در فکر گذشته است در افغانستان مدت 44 45 سال جنگ دوام داشت پاکستان و دیگه کشورهای همسایه تنها به جز از پاکستان میگن دیگه کشورهای منطقه هم و همسایه و یا از هر مشکل ما یک فرصت خوب استفاده کردین یا دستاورد خوبی داشتن پاکستان هم فعلا در فکر گذشته است پاکستان تاریخ افغانستان شاید مطالعه درست نکرده باشه افغانستان پاکستان به با این فکر است که افغانستان نوکر و اجیر و یک کسی باشه که زیر دستشان باشه مگر پا افغانستان اگر نوکری اجیری میکرد از انگلیس هم که انگلیس بادار پاکستان است از امریکا را که با امریکا بادار بادار از با به روس نکردند شما ببینید ما یک امسایه خوب شده میتونیم به پاکستان مگر ما نوکری پاکستان نکردن میتونیم انشالله که حکومت بسیار خوب پیش میره باز مشکلاتی که داریم رای حل پیدا میکنه انشالله ما پیشنهاد ما به حکومت ماست که مشکلات داخلی ما را حکومت حل کنه با سیاستش به سیستمی که پیش میبرن تعلق به حکومت امیر میخواستم بپرسم مثلا اجازه که سیاست پاکستان بسیار واضح در خصوص افغانستان در حوزه سیاسی و اقتصادی اما سیاست افغانستان چقدر تعریف شده و واضح در خصوص پاکستان در خصوص مسائل دادستاد تجاری و همچنان اقتصادی افغانستان سیاست شال و فعلا افغانستان یک ملک خودکفاست افغانستان مم. از خط یک جغرافیه داره افغانستان از خود داره افغانستان نام خدا 35 40 میلیون نفوذ داره سیاست افغانستان در قبال پاکستان روابط نیکی است مگر متاسفانه این اقدام همیشه از سوی پاکستان میشه شما ببینید که امسال 4 بار پاکستان در وزرا مسدود ساخت افغانستان چهار در پاکستان امروز مسدود ساخته نه کشور افغانستان نه حکومت افغانستان پیشنهاد من این هست که ما اگر روابط داشته باشیم از این ها که ما هیچ قربانی تجارت ما باید قربانی سیاست دو کشور نشیم. تشکر اجسد سپاسگزارم بشیر هستی شما فکر می‌کنین چقدر تعریف واضحه در اقتصادی در خصوص پاکستان ما داریم. خب در رابطه با داشتن تعریف واضحه در خصوص <متصف> یاد هست آدرس حوزه‌ای اقتصادی نه تنها با پاکستان با تمام کشورهای همسایه منطقه و جهان تعریف مشخص و ما مبنی و استوار بر منافع ملی افغانستان است مبنی و استوار بر حفظ منافع سکتور خصوصی تاجر و تولید <applause> کننده است و اموتور بر حفظ تأمین منافع دو جانبه چی در قالب تجارت دو جانبه باشد چی در قالب سرمایه گذاری های دو جانبه باشد استوار است و باید هم باشد چونین در دو سال گذشته خوشبختانه شاهد رشد تجارت دو جانبه به گونه چشمگیری با پاکستان بودیم ارقام نشان میده که حدود 66 درصد تجارت دو جانبه بین افغانستان و پاکستان در دو سال رشد داشت یعنی تجارت دو جانبه به این معنایی که هم از طرف افغانستان ما صادرات به با بازار پاکستان داشتیم و هم از کالاهای پاکستانی را واردات داشتیم به بازارهای داخل مم. کشور خود با توجه به اینکه یک بالانس بسیار زیاد وجود داشت در صادرات و واردات بله دقیقاً ما بسیار فاحش وجود داشت پاکستان مم. یک کشور صادراتی بسیار خوب در دهه 2000 در منطقه ما بود صادرات وافر به اروپا داشت صادرات وافر به امریکا داشت ولی در سطر جدول صادرات افغانستان قرار داشت یعنی بیشترین صادرات پاکستان به افغانستان صورت می گرفت ولی بیلانس کاهش یافته ما یعنی در تجارت دو جانبه خود رشد بسیار خوب در دو سال گذشته بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی با پاکستان داشتیم به این مانایی که اشاره کردم که ما هم با پاکستان صادرات داشتیم که نقطه وافر از او زغال سنگ بود در پهلوی تجارت دو جانبه در یک بحث دیگه هم اشاره کردم و این مسئله را امروز در مجلس هم یادآوری کردم ما در فاز ترانزیت و تجارت هم با پاکستان و بستگی های اقتصادی دو جانبه داریم نه یک جانبه دو جانبه به این معنی که اگر ما نیاز داریم که از طریق بندر کراچی تجارت داشته باشیم پاکستانی ها هم میتونن که از مسیر خاک افغانستان با مرکزی تجارت داشته باشن و مسیر افغانستان مسیر کوتاه است و به لحاظ هزینه ترانسپورتی و ترانزیتی هزینه کمتر را تاجر پاکستانی متقبل میشه این بود دومش بود سوم بود وابستگی های اقتصادی منطقوی داریم با پاکستان مثال عمده شما هم همیشه یاد کردیم پروژه تاپی پروژه کاسا یک هزار یعنی مثال از وابستگی های اقتصادی ما در سطح منطقه است یعنی این نشان می که در سه بود بسیار عمده ما شرکت های اقتصادی با پاکستان داریم بنا نیاز است که هم جانب پاکستانی و هم جانب ما یک مقدار <موع> مو قسمی که در بخش اول از صحبت ها خدمتان اشاره کردم بدون عینک سیاسی به تعاملات اقتصادی نگاه کنن و درست است که فشار سیاسی یا به منظور یا به هدف فشار سیاسی تاملات اقتصادی را ضربه زدن نه تنهایی که ما متضرر میشیم جانب پاکستان هم متضرر میشه مرز کردم که در بود ترانزیت و ترانسپورت ما هر دو وابسته هستیم اونا اگر بخواین بازار آسیای مرکزی برسن صادرات داشته باشن انکشاف صادرات باعث انکشاف اقتصادی پاکستان میشه انکشاف صادرات باعث گسترش اشتغالزایی در پاکستانی ها میشه خب سیاست ملی تمام دولت ها است که رشد اقتصادی را به ملتش برمغان بیاره بنان ما هر دو متضرر هستیم نیاز است که از به دور از تعاملات سیاسی یک یک فریزون بین پاکستان و افغانستان غرض تطبیق تجارت ترانسپورت و ترانزیت ما ایجاد بکنیم ولی اگر این فریزون به شکل فیزیکی در یک منطقه هم اگر ایجاد نکنیم در قالب پالیسی ایجاد بکنیم مهم. که ما بر بدانیم تعاملات اقتصادی و تجارتی یکی دیگه خود از تعاملات سیاسی ما بر راه بدانیم این هم میتونه درست. که به سود هر دو کشور تمام شد ولی اگر همیشه خلط کنیم سیاست با تعاملات اقتصادی ما نه تنهایی که امروز ما به مرحله رسیدیم که ما تنها متضرر نمیشیم تاجر و اقتصاد پاکستان تاجر پاکستانی و اقتصاد پاکستان از از روز گفتین بشیر سیبی کرد طرف هر دو جانب متضرر میشن از رفتاری که پاکستان در خصوص افغانستان در حال حاضر داره و اگه گفته میشه که روزانه 100 هزار دلار زیان وارد میشه بر دو طرف و در 24 24 میلیون دلار هم زیان های تجارت به افغان ها وارد شده مبنی بر اینکه کانتینر هایشون متوقف شده در بندر کاراچی و 2 دو میلیون دلار هم 4 ماه قبل که برای نوروزی گذرگاه مسئول بودن به افغان ها وارد شده اما از میان پنج گذرگاهی که حالا هست بنادر کوچی داره چهارش که متوقف کردن و به با یک بارگی به معنی چی هست به با یک بارگی چگونه سیاست تغییر میکنه و چون این نخستین بار است که یک پیشین است چون این اقدام پاکستان در خصوص افغانستان خب پاکستانی ها همیشه در گذشته هم در 20 سال گذشته هم و فعلا همیشه سعی کردن که نقاط با استفاده از نقاط آسیب پذیری جانب افغانستان <تص> با استفاده از نقاط ضعف جانب افغانستان خواست های سیاسی را مطرح بکنن و سعی میکنن که خواست های سیاسی را بکبولنن به طرف افغانستان متوجه شدین؟ مه. و طبیعی است و معلومدار است که نقاط ضعف ما وارداتی بودن کشور ماست نقاط ضعف ما محاد بخشک بودن ماست و نقاط ضعف ما است که از بندر کراچی سالهای متمادی استفاده کردیم درست. و یکی از بنادر ترانزی... ترانزیتی مؤثر با هزینه و با هزینه مناسب به تاجر افغانستان و تجارت افغانستان پنداشته میشه بنان اونا میگن که این نقاط ضعف افغانستان است باید از این نقاط ضعف استفاده کنیم و فشار وارد بکنیم به منظور امو قبولاندن خواستهای های سیاسی شد ولی بارها سکتور خصوصی امه. افغانستان و همونطور دولت های گذشته و فعلی هم و خصوصا سکتور خصوصی افغانستان به پاکستانی ها پیام خود رساندیم و می رسانن که این عمل کرد و این شیوه شیوه است که راه را که پاکستان انتخاب کرد ای را به ترکستان میره <تصفح> و این شیوه را که انتخاب کردن نتیجه نمید سپاس گزارم بسیار تشکر و آجی زاده فکر میکنین که خب پاکستان ولی یک مطالعه بسیار عمیق از وضعیت افغانستان داره از نقاط ضعف که شروع کردن بشیر سه فکر میکنین حکومت ها در افغانستان و حالا امارات اسلامی چقدر سبک سنگین کردن که ما نقاط قوت ما چی است نکات ضعف پاکستان چی است و ما چی میتونیم در برابر پاکستان به نوع یک ابزار استفاده بکنیم ما حداقل بتونیم اونها رو مجبور بکنیم که چنین رفتار در خصوص افغانستان نداشته باشند پاکستان پاکستان پنج سال پیش نیست پاکستان پاکستان 20 سال پیش نیست 20 سال پیش یک کلدار پاکستان 13 صد افغانی بود خوشبختان امسا برای فعلا 5 کلدار پاکستان یک افغانی ما شما میشه در گذشته شما متوجه باشه اگر رای پاکستان دو روز مزدود میشد قیمت های آرد افزایش پیدا میکرد قیمت روغن افزایش پیدا میکرد فامیلاب آب در موزار مستلکین ما خریداری میکردن از آینده میترسیدن مگر خوشبخت نوروز نو روز است که را مزدود است باز هم در بازار در قیمت ها تغییرات بیشتر نامده پاکستان هم از ایجاد حکومت از اما حکومت که در بین خودشان تامل خوبی داشتند شما دیدید که دی در اواخر ملا فضل رحمان آمدن و صحبت کردن یا هم که رفتن یک مجده خوبی را به او بردن به پاکستان که حکومت حکومتی است که مستقم است حکومتی است که همش با یک دیدگاه و یک متفکر یک صحبت میکنند و این هم ضعف پاکستان نشان می پاکستان دست پاچه شده پاکستان می فیلند یک مشکلاتی است که نمیفهمه خوب و بد ما بچ کدام را مثل که جناب رئیس بیاداوری کردن اگر در این رایی که پاکستان به می سیاستی که پیش میری سیاهی را رای غلطی است این با ضعف دیگه بیشتر پاکستان میشه پاکستان هر قدری که به افغانستان مشکلات به خود هم ایجاد میکنه با پاکستان این بر ما رای بدیل ایجاد میکنه رای که از ما گم از بر ما ایجاد میکنه در گذشته از پاکستان م امثال فضل خدا از چهار دروازه دیگه بر ما هارت میای ما مایت ضرورت نداریم مگر یگانه مشکلی که ما داریم سیاسی می ما یک قربانی میتن پیشنهاد ما به حکومت ماست. از حکومت ما پاکستان همیشه از ضعف حکومت ما ضعف مردم ما از زف کشور ما استفاده کرده میره تا فعلا در گذشته پاکستان از افغانستان بسیار منافع پیش میبرد در گذشته ها از جلغوزی قالین ما همش به پاکستان صادرات و پاکستان به نام پاکستان به دیگه کشورها صادرات میشد حالا خوشبختانه صادرات به نام افغانستان میشه دگهه فعلا حکومت یک مشکل پیشنهاد ما به حکومت ما ای است که تاجرهای ما در مسیر راه غرف تو امی پیاز تاجرای ما مسیر راست تا پاکستان تا تورخمه در ترخمه ما به هوا بسیار گرم است پیاز چیزی است که نبات زراتی از سبس میشه اگر پنج روز با ای پیاز بزاره ای پیاز تاجرای ما بزرگترین صدمه را میبینه پیاز ترانزیت است پیاز افغانستان هم از پیاز ترانزیت هم امروز نمی چار کروری همسای ما ترانزیت تاجرای افغانستان میکنه اشتاد 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 فیصد تجارت به دست از امینجه بالای رئیس بهومی گمرکات امروز با رئیس بهومی گمرکات ساعت 9 بجه هم یک ملاقات داشتیم واعده همکاری را بر ما به جناب وزیر هم پیشنهاد کردیم خدا کنه که صحبت های ما را جناب وزیر صاحبشان پشت و گوش نکنند امین طرفی گمرکی را برای فعلا یک بار خموی را ترانزیت کردیم و فعلا نام می تعریفی گمرکی میره کاهش بتن تا که این مال تاجر ما تاجر ما صد نبینه مال ما بتونیم پس به خاطر مستلک خود ما به خاطر وطن ما جا محصول کنیم امه. طرفه را مافیات کنن یا 5 فیصد طرفه بسازن تا که در پیش روز زمستان داریم از این تولیدایی که ما فعلا در مسیر را داریم با ملت هم با مستلک هم خوب است با تاجر ما متضرر نمیشه دیگه پاکستان سال اول درست پاکستان هم این مشکل به ما تاجر ایجاد کرده بعد سیاست خودشان مشکلات بیشتری داشت گفتن که تاثیر بر قیمت ها در افغانستان در داخل کشور نداشته مثلا مسعود ماندن گذرگاه ترخم پس از نوروز و منوز در روزهای دیگری هم هستن که مثلا اجناس وارد افغانستان نشه از آرد که شما اشاره کردین اما حالا معلوم میشه که پاکستان یک بازار خوبی و با تجاران افغان بوده پرسش می از داده سی که چرا در گذشته بان که میدونیم که پاکستان چون یک رفتار همواره در خصوص افغانستان داشته کارهای اساسی صورت نگرفته ای که بتونیم یک بازار بزرگتر دیگر هم پیدا بکنیم داد ستاد ما با, با کشورهای دیگر بر همسایه هم بیشتر باشه نسبتی به ای که ما بیشتر بر پاکستان باشه مشکل در کار وجود داشته هنوز هم میدونیم حالا میبینیم که چگونه چی... چی... رفتار میکنه بله, بله. مثلا چرا کارا را سرعت صورت نگرفت چرا نتونستیم که او... بازار بدیل خوبه به افغانستان پیدا بکنیم ما همیشه متکی به این نباشیم که باید صادرات امه. کنیم ما شما ببینید که ما یک کیلو رومی را در فصل سال ما به پنج افغانی به فروش رساندیم و همیشه پاکستان صادرات کردیم اگر حکومت کار کنه با واقعیت زمینای فارغ داریم به طور واگذار کنه اما اگر ما امروز روب ایجاد میکردیم روب میساختیم می می هم اشتغال زایی میشد هم ایجاد کار میشد هم در پالویش امروز یک کیلو رومی به صد افغانی نمی بود ما باید روی گلخانا روی گرین اوزا روی تولید زمستانی داشته باشیم ما این ضرورت ما میال فعلا کدوگک با بامیه و فاصلهش میای از پاکستان مثل بونجار روبی و در ضمنش طرفای گمرکی را بگذاریم که ما بدیل پاکستان فعلا به واردات ما ضرورت داریم با جز از اینکه ما میشه صادرات داریم به واردات یک کیلو رومی امروز در کابل به 120 افغانی است ما بدیل پاکستان به واردات ایران است طرفی گمرکی را یا کاهش بتن در کل افغانستان یک کیلو رومی نیست تولید خود وطنمون است. واردات است و اینجا ما باید دو دست ماست هم. ما باید مستلک خود ما نظر بگیریم ضرر مستلک ما ضرر تاجر ما ضرر حکومت ما است دیگه امکانات بخاطر ایجاد این سهولت در افغانستان نداریم یا نه یک سیاست تعریف شده این مدون اقتصادی در افغانستان وجود نداره که یک راهکار درست سره بهمون نشون بده یک راه یک مکانیزم وجود داشته باشه که بتونیم مدخل به خاصای که شما میکنین پیشنهادای شما میکنین به رسیدگی شوه مطابق از رفتار صورت بگیره خب به یک سال دو سال که حکومت ایجاد شده ما باید توقع بیشتر بیشتر یام نداشته باشیم در گذشته ما از او میراث گذشته را به جمهوریت نگذاریم مگر در دو سال که است هم چی دید میدین باز پروژه بیشتر خوب رشد میکنه باز کارایی است که خوبتر است مگر مشکلات بازم هم ما برتون هم میگیم که مشکلات داریم همین مثل این می طرفای گمرکی مشت مشکلات ها. اگر مد نظر گرفته شود و روی به خاطر آینده روی سبزی و زراعت بیشتر کار شود چون که کشور کشور است بدیل پاکستان ایجاد میشه مگر با اقلام غیر اقلام دیگه انواع آلات صادرات و واردات ما قسمی که جناب رئیس گفت ما یک کشور متکی به هستیم نداریم از او صادرات بیشتر باید ما با اروپا بیشترین صادرات می داشتیم خب متاسفانه که مشکلات داریم نداریم روابط خوبی با کشورهای دنیا هم نداریم دنیا هم بالای ما ظالم شد کشورهای کفری هم بالای ما برست. ظالم شد یعنی کشور دوست او پاکستان او ماست پاکستان هم اینه ببینی از سیاست های جلانش. هم خود خراب میکنه هم مار خراب میکنه شما باور به خدا کنید که به این مزدود بودن رای ترخم 70 فیصد باز تاجر را صدای مرا میشنوند 70 فیصد فصل میوه پاکستان است کچولی تازه پاکستان است کینوی پاکستان است مالته پاکستان است کلی پاکستان است و در ضمنش دیگه اقلام سبزیجات پاکستان است از رومی گرفته تا همه سبزیجاتش مارکتی خوبی است افغانستان برای پاکستان بسیار یک مارکتی است که هم پول ما ارزشش بالاتر از پاکستان است هر قدری که واردات کنیم همه. از پاکستان تاجر پاکستان مفاد میکنه خب ما باید روابط دیرینه و روابط دوستانه داشته باشیم نه احترام باید متقابل باشه بر دو کشور خوب است اگر خدای نخواسته یک سال دو سال دیگه به میروند که ما پیش میریم بریم به ضرر اردو دو کشور است ان شاء افغانستان بدیل پاکستان که ضرر درست باشه پیدا میکنه حکومت مسئولیت داره اگر میخواهی که با پاکستان با واقع یک دشمنی دائمی کنه باید مارکت های داخلی را ایجاد کنه شما ببینید امروزم هم در هتل میریم کلی پاکستانی میباشه مینوش باید ما این مشکلات را باشه بگیریم باید تولید وطن ما را در خود مصرف کنیم تا که یک زمینه فرصت خوب هم به دیاقین کشور ما شوه هم تاجر ما بتونه از این استفاده بید. بیشتر کنه دیگر در سیاست تا امروز پاکستان کینوش تعریفش کشور افغانستان ما یک بیست هزار افغانی یک تونه طرفیش ساختین مونمه تو رو طرفی انگوره سال آینده اگر باز هم طرفی انگوره بلند کنن شما متوجه باشه که زراعت افغانستان بزرگترین صدم هرمه تمام باشه و از وقفه میگیریم و تالا از دوباره برمیگردیم به دمه محور باید هم محو خوش اومدید باشیرث بچان شما اشاره هم داشو و میخواهیم گذشته از اینکه مثلا گزرگاه ترخم مسود ماندنش تاثیر بر روابط کشور و همچنان داد و تجارتی هم میتونه داشته باشه اما در آباد گسترده هر چی تاثیر بر داد و در منطقه میتونه داشته باشه شما ببینین آجی صاحب اشاره کردن <applause> گفتن که کمیونهایی که پیاز انتقال میتابه پاکستان در جمع از این ها ترانزیت ام وجود ترانزیت به این که یعنی از آسیای مرکزی کامیون های تجارتی است که از خاک افغانستان عبور میکنه و پاکستان میره هینمی مسئله را ما فکر میکنم که پاکستانیا قربانی اهداف سیاسی خود میکنن و یک چیز با صراحت براتون میگم کشوری که اقتصاد نداشته باشه بازی های سیاسی از او برش نداره ولو که دارای اتم باشه یا اسلحه اتمی یا تجهیزات اتمی در اختیار داشته باشه که اقتصاد قوی و مستحکم در اختیار خود نداشته باشه نه بازی سیاسیش بروش داره و نه ترها و برنامه های سیاسیش کاربرد داره ما فکر می کنم که شاید به مرور زمان حتی سیاست هایش در داخل کشور خودش ناچل شود چی برسه به ای که بخواید در سطح منطقه سیاست بازی بکنه متوجه شدین پس تبعات اقتصادی از نه تنها بر افغانستان پاکستان تبعات اقتصادی از این به منطقه هم احساس میشه به زودترین فرصت احساس میشه هشت نوروز شده که بنادر یا نقاط که ما را با پاکستان بلاز اقتصادی اصل تجارتی وصل میکنه مزدود شده اگر ادامه پیدا کنه به زودترین فرصت تبعات در سطح منطقه ساس میشه امه. ما خدمت تا نرس کردم بلد. که یکی از حلقه هایی که ما را با پاکستان وصل کرده ولی هاز اقتصادی تعاملات اقتصادی در سطح منطقه است مثال دو پروژه را براتون دادم و, و مثال عمده دیگی از اون میشه که مثال ترانزیت هم باشه ترانزیت منطقوی بین دو کشور بنابراین این مسائل خب ما امیدواری ها وجود داره در سطح منطقه تا روابط بسیار خوب با ایران داریم و هم بلی لحاظ تجارتی هم اقتصادی که از بندر چابهار استفاده کنیم بندر عباس که استفاده میکنیم سالهای متمادی است که از او استفاده میکنیم روابط تجارتی با آسیای مرکزی گسترش یافته ما بنادر استراتژیک که در افغانستان در اختیار داریم یکی از او بنادر بندر حیرتان است که دارای اهمیت استراتژیک برای اقتصاد و تعاملات تجارتی افغانستان بوده میتونه و اما تو اخیرا کار اسفالت دهلیز واخان آغاز شده و امیدوار هستم که به زودی هم اسفالت از او به گونه میاری پیش بره و تکمیل شود با اسفالت شدن این دهلیز ما با چین وصل میشیم به گونه زمینی و یک دهلیز اقتصادی بسیار خوب با چین میتونیم که از طریق مسیر ترانسپورتی و ترانزیتی و آخان ایجاد بکنیم یعنی امیدواری ها برای ما زیاد است و اگر کار بکنیم و کار میکنیم هم انشالله که مهم. امی تهدید که امروز ماد به خوشک بودن افغانستان به یک تهدید تبدیل شد تهدید و فرصت تبدیل کنیم و این امکانات هست در سطح دنیای تیوری وجود داره که چطور تهدید و فرصت تبدیل کنیم بنابراین باز هم ما طرفدار از این نیستیم که ملت عظیم و برادر پاکستان در فقر زندگی بکنه و یا تاجر پاکستانی متضرر شود طرفدار از این هستیم که با زبان برادرانه و هم قسمی که اشاره کردم با ادبیات جدید وارد مذاکره شویم شما ببینید مذاکرات که در سال 2008 با پاکستان غرض حل مشکلات تجارتی و اقتصادی آغاز شد او مذاکرات در سال 2010 ختم شد که در نتیجه از او به یک توافق نامی دست یافتیم به نام ابتا که تمامی مسائل و موضوعاتی که پیش بینی شد که مشکل ساز است و یا احساس شده بود که مشکل است در این توافق نامه تذکر یافت و هر دو کشور بعد از مذاکره دو ساله توافق کردن و توافق نامی ابتا شکل گرفت که در که, در این توافق نامه به هر دو کشور به گونی آزادانه اجازه داده شده که در مقاصد تجارتی و اقتصادی از خاک یکی دیگه خود استفاده بکنند یعنی پاکستانی ها میتونه که از خاک افغانستان با منظور رسیدن یا بردن کالاهایشان به آسیای مرکزی استفاده کنه و ما میتونیم که از خاک پاکستان از بندر کراچی استفاده بکنیم این توافقنامه بعد از دو سال مذاکره به دست آمده پاکستانی ها یا دوستای پاکستانی ما نشان میتن که هیچ علاقمندی به پایبندی به توافق نامی ابتا ندارند و ما همیشه و هر ازگاهی که بس پاکستان در اصلا مطرح میشه اولین چیزی که در ذهن ما خطور میکنه توافق نامی ابتا است که در دست ما قرار داره و هر دو طرف به او توافق کرده پس توافق به چی معنا؟ متوجه شدین؟ بنابراین اگر پایبند به توافق نامی اما گفتم میشه که بیشتری که بسود سود افغانستان باشه بسود پاکستان هم هست و نفع خودش بسیار استفاده کرده پس وقتی بسود پاکستان بیشتر باشه چرا نمیخواین که مثلا پابند توافق نامه باشن خب بعض از موارد در اپتا هست مثلا یک موردی که ما همیشه اشاره کردیم ای است که کامیون های افغانستان اجازه میده که به گوادر برند به هندوستان صادرات داشته باشند ولی از او طرف باز کالای هندی را اجازه نمیده که وارد افغانستان کنند کامیون ها باید خالی برگرده یک مورد بسیار جالب است و باید در اون زمان هر کسی که در ابتا حضور داشت و توافق کردن باید روی ازی غور میکردن بررسی میکردن خب بر صورت در کل منافع افغانستان هم به گونه پر رنگ در ابتا به اصطلاح در آورده شده درست و مد نظر گرفته شده همین خود همین مسئله که هر دو کشور اجازه می که به گونی آزادانه بدون کدام محدودیت که ناشی از پالیسی های پاکستانی ایجاد شود <applause> میتونیم که از کراچی، گوادر و محمد بن قاسم استفاده کنیم و اونا می که از خاک ما استفاده کنند باسی های مرکزی برند خودش یک مزیت بسیار وافر اقتصادی بر دو کشور داره و تا امروز توافق نامی ابتا نافذ است از طرف ما نافذ است من نفهم که گونا از طرف خود او را قرار دادن جانب افغانی را در جریان قرار دادن یا خیر من در جریان نیستم ولی اگر علاقمند افتون نیستن ما حاضر هستیم من خوش که اشاره کردم که باز هم با پاکستانیا با وارد مذاکره شیم با یک توافقنامه جدید دست بیاویم مشکل جدید نیست سپاسگزارم بشیر سپاه شما خوب حال نیاز است ما در تجربه که داریم مثلا از سال 2010 تا توافقنامه ابتا حالا دوباره بریم یک توافقنامه دیگر امضا بکنیم با پاکستان به خاطر حل و مشکلات دادوستاد و تجارتی میان دو کشور و فکر میکنید این بار هم پاکستان با پابند می‌مونه؟ با هایش با چیزی که در توافق ذکر میشه یا نه عملکرد مشابه میخواید داشته باشه کشور دوست پاکستان ما در برنامه گذشته هم یادآوری کردم با افتا و برامت ما مردم میگیم وعده امه. میکنه در افتا و نشست باز وعده خلافی میکنه وعده شکنی میکنه قرارداد تبتا قرارداد خوبی بود روابط سیاسی تجارتی اقتصادی بین می چند کشورهایی که ایجاد بود پاکستان حق نداشت که یک بارگی یا را را مزدود کنه یا مسیر ترانزیت استاد کنه خب پاکستان به خاطر نفع خود به خاطر منافع خود شاید پاکستان هم در فکر باشه اینم تو حکومت تغییر کرد باید این تو های جدید هم تغییر کنه و قرارداد تاب از گذشته بوده ای حکومت حکومت تازه است پاکستان هم تقاضای بیشتری داره ما پیشنهادما به حکومت خودما میگذاریم من لم بته لم کمی بیي یک چیزه که باید امتیاز پاکستان ببینیم که پاکستان چه تقاضا داره به صحبت پاکستان میشه که خاست پاکستان برجا باشه میگذاریم با او صحبت کنن بشینن نزدیک خاست پاکستان چی هست تا که یک چیز از دست نتیم چیزیره د دست اورده نمیتانیم خو بازهم همه صحبتها به یک صحبت هر قدر که مشکلات بیشتر شود مزدود بودن را شود مزدود بودن تورخم شود مشکلات بیشتر ما داریم امروز ما بسط نیستیم که رقابت سیاسی هم به دنیا کنیم هم به همسایا کنیم مهم. هم از خود کفایی خود بیشتر صحبت کنیم ما نداریم یک طفل ما که مریض میشه در چلتر دواخانه بگردونیم دوا بیقیفیت. مشکلات به دکترای ما توهین نشه مشکلات تبابت داریم مجبور هستیم تا به پاکستان دوانده دوانده ببریم را باز مریض ما با چی که به دست با چی مشکلات هایی که پاسپورت به دست میگیرن ما شاهد این مشکلات هستیم اگر از این که تا زمانه با این سیاستی که امروز حکومت امارات اسلامی افغانستان پیش میره سیاست پنج سال بعد برند با این سیاست با اوها برخورد کنند مگر پنج سال بعد ما به حدی نیستیم که امروز با همه دنیا رقابتای سیاسی خود خواست خود با باشه همه چیز به خواست خود ما نیست بازم اگر پاکستان تقاضایی داره ببینیم اگر مشروع خوبی باشه ما باید به با پاکستان یک چیزی واگذار کنیم با پاکستان هم برای ما ایجاد کار ایجاد واگذاری داشته باشه ما مشکل داریم با پاکستان مشکل چی داریم ما به پاکستان سیم و پاکستان هم به افغانستان افغانستان بندست قسمی که جناب رئیس پیشتر یاد کرد ما به هندستان هندستان یک مارکتی بسیار خوبی است افغانستان یک کشور است بزرگترین سر صادرات هم در بخش زراعت و میوه و سبزیجات افغانستان است خوبترین مارکت برای ما پاکستان از مسیر پاکستان برای ما هندستان است ما نمیتونیم که بدیل پاکستان روی چابه ها را برای میوجات خود بگیریم جات اگر برد طویل مدت است میوه ما فرسوده میشه فاسد میشه این هم مشکلات داخلی داریم که قبلا ما شما یادآوری کردید باید مصرفی در داخل مهم. کشور این باید 100 درصد لازمی باشه که ما مصرف داشته باشیم مهم. در فصل سال خود ما بیشتر از هزاران کرای کراچی و هزاران کراچی کینو با بازار برزه میرسه باید تولید وطن سی به خود ما باز اگر ما روابط دی روابط دوستانه روابط تجارتی روابط خوبی داشته باشیم این به نفع هر دو کشور است به نفع هر دو مردم است یک پرسش کنم میخوام فراموش بکنم اجازه هست بی که در آخر پاکستان در کنار مدیریت که برای افغانستان واسه کرده یک مسئله دیگر هم پیش آوردن پیش کردن ایرم که باید رانندگان افغان و تجاران باید ویزا و پاسپورت داشته باشن وقتی که میخوان اگر اشتباه نکرده باشم محدود تازه واسه شده میخوام بیشتر شما بدونیم که حالا این محدود تازه ای که واسه شده ناشی از چی است از کجا همی تقاضایی را که پاکستان داره به نظر شخصای مه تقاضای کشورش است وطن ش است هر جغرافیه از خود هر سیاست از خود پالیسی ا داره اگر او میگه که رارندای تیلری و ترانسپورت ما ویزا داشته باشه خب گپ بده نیست بگذاریم که ویزه داشته باشه تا دی به مو رود پاس اجازه میدادن امروز هم رود پاس اجازه نمیت تا دی روزه منافش افغانستان بود امروز منافش نیست در افغانستان امروز مجبور است که از پالیسی خود پیش بره این می مشکلاتی رام که بیشتر ایجاد کرده بر ما ترانسپورت های افغانستان پیشنهاد کرده ده این مشکلات تاجر صدما دیده ترانسپورت نه اتحادیه ترانسپورت نه امروز مشکلات داخلی بیشتر داریم یک کمیسیون ایجاد شده که کمیسون باید یک تاجر اگر موتر ترانسپورت انتقالات کار داره با کمیسون تماس بگیره و از کمیسون من کار دارم من خواستم موتر تیلریز با بسیار کیفیت خوب با چون که میوه و سبزی فاسد نشه به زودترین فرصت برسونه و هم تیلر بدیل از او یک چیزی رو روان میکنن که از سال 2000 اون موتورای 2015 و 2018 اومد از این استفاده نمیشه این مشکلات است و پاسپورت یک چیز لازمی است اگر افغانستان هم با دلیور های پاکستان مم. از او هم تقاضای ویزا کنه تقاضای پاسپورت کنه گپ نیکی است و پاکستان هم تقاضای میکنه امروز که ما مشکل داریم باید اتحادیه ترانسپورتا اتحادیه سکتورهای خصوصی که او تقاضا دارن و ریاست پاسپورت ما باید با ما دلیور های ما باید پاسپورت برشان بده باید در بخش ویزا با یا همکاری کنند تا که انتقالات مال صورت بگیره تا که این مشکلاتی را که تاجر و مردم بایی گیر است از این مشکلات خلاص شود برای فعلا باید به با تویل مده تر سیاستی را حکومت پیش میبره ما هم تابع سیاست حکومت هستیم بسیار بله. تشکر آجازه بشوری سیب در کل اگر یک مرور بر سیاست اقتصادی امارات اسلامی در بود داخلی هم داشته باشیم فرصتی که در اختیار داریم با استفاده از او فکر میکنید مسیرهایی که در حال حاضر میپیماییم چگونه است و برنامه اقتصادی ما پایا در دراز مدت میتونه مثلا افغانستان از وضعیت کنونی اقتصادی بیرون بکنه خب ببینین ما بارها می مسئله را در رابطه به حرکت ها و سیاست های امارت اسلامی در رسانه ها گفتیم و تکرار اگر میشم تکرار احسن است مشکل نیست فعلا ما در شرایطی که در افغانستان قرار داریم خصوصا شرایط اقتصادی اصل اقتصادیت افغانستان فعلا همین شرایط است و می حالتی است که میبینیم در 20 سال گذشته ما بارهای مسئله را تکرار کردیم در 20 سال گذشته در یک حالت اقتصادی فیک و جعلی قرار داشتیم <applause> و اقتصاد اصلی ما نداشتیم و این حالت اقتصادی فیک و جعلی توسط آمریکایی ها و متحدینشان که جا حضور داشتن هم به لحاظ سیاسی نظامی و اقتصادی ایجاد شده بود و ما این مسئله را درک کرده بودیم و همیشه در رسانه میگفتیم که کارهای زیربنایی برای اقتصاد افغانستان صورت نمیگیره بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی برگشتیم به اصل اقتصادیت و در اصل اقتصادیت افغانستان هایی که تا امروز از طرف امارت اسلامی صورت گرفته هایی است که حداقل تانسته که مکانیزم بازار حفظ بکنه و یگانه نقطه آسیب پذیری ما که خیلی بلند بود بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی و نگرانی ما ناشی یا در رابطه به اون نقطه ای بود که میکانیزم بازار در افغانستان از بین نره خوشبختانه میکانیزم بازار حفظ شد میکانیزم بازار چی است فعالیت های تجارتی و اقتصادی که امروز در رابطه با او فعالیت ها ما یا امشب یا در می برنامه بس کردیم ما امروز در تالار پلیسی جرگه با وزیر صاحب بس داشتیم این میکانیزم بازار است و امروز دغدغه ماهی است که با پاکستان در یک توافق اساسی یا دست بیافیم که بتانیم همی اقتصاد و تجارت دو کشور در یک حالت در بیاریم متوجه شده یه اساسی ترین مسئله بر اقتصاد فیلی افغانستان خوشبختانه افت شده ولی در آینده خصوصا با پاکستان پاکستان یک کشوری است که ما تویلترین مرز با پاکستان داریم بازار دو کشور بر تجارت دو کشور بسیار مشابه است بسته مسئولات زراعتی افغانستان در بازار پاکستان مصرف میشه چرا که مشابهت بازار وجود داره مشابهت دارست. بازار چرا وجود داره چرا که فرهنگ انانات و رسوم بین دو اه. کشور خیلی مشابه هستند متوجه شدین بنان در آینده ها میشه که بسیار خوب میشه که بریم به طرف فعالیت های مشترک اداری و خدماتی به منظور رشد اقتصاد و تجارت دو کشور از اون جمله یکی از فعالیت ها را خدمت ها کنم که تشکیل اتحادیه های گمرکی است ما بتانیم با پاکستان اتحادیه های گمرکی را تشکیل بتیم مثلا در فصل انگور توافق صورت بگیره که اونا محصول بالا نبرند و در فصل زمستان ما بالای کینوی پاکستان محصول بلند نبریم رسیدن به چونین یک آرمان از دریچه یک میکانیزم به نام اتحادیه های گمرکی امکان پذیر است که چونین کار امی فعلا در اروپا جریان داره بین کشورهای اتحادیه اروپا خوب است که مثال ما اینجا اگر بتانیم تطبیق بکنیم و نفع هر دو کشور تمام میشه از مکانیزم بازار هم که گفتین پشریس خوب حالا با وجود ازی که اموار پرسود این مسئله را امارات اسلامی با تأزیرات گسترده اقتصادی و سیاسی جهانی هم مثلا روبرو هستن بحث شده برای اینو چگونه توانسته با این همه تاثیرات را حفظ بکنه مکانیزم بازار داده سوتا ده پرچش افغانی را با سیاست ها را که گرفتن پروژه روی دست گرفتن چگونه حفظ میشه با این سیاست ها و با این مشکلاتی که وجود دارن خب در این قسمت سکتور خصوصی نقش برازنده داشت تجارت افغانستان کلا در اقتصاد بازار در طی 20 سال به مسئولیت سکتور خصوصی واگذار شد در گذشته در اقتصاد متمرکزی که ما تجربه داشتیم در افغانستان دولت هم تجارت میکرد و پاینت های ارزه کننده دولت هم داشت در سطح شهر خصوصا کالای استراتژیک که دولت کوشش میکرد که ارزه کنه مثل نفت و گاز و در یک رقابت با سکتور خصوصی وارد میشد که مؤلفه های اقتصاد متمرکز است از او که بگذاریم در اقتصاد بازار از 20 سالی که به اصطلاح نافذ شد در افغانستان تجارت و تعاملات تجارتی ترانسپورتی ترانزیتی بازار افغانستان کلا مسئولیتش به سکتور خصوصی واگذار شد مهم. و سکتور خصوصی خوشبختانه در امارت اسلامی با تمام تج... تجهیزاتش حفظ شد اگر سکتور تولید است تمام تجهیزات سکتور تولید حفظ شد اگر تجارت است حفظ شد و در پلوی از او که حفظ شد امنیت در سراسر کشور تامین شد با تامین امنیت کاربرای کوچک متوسط شکل گرفت و در پلوی از او سیاست های امارت اسلامی هم نشان میداد که شدیدا از سکتور خصوصی و تاجر حمایت می کنند بله. در عباد مختلف امنیتی پلیسی های تشویقی و حمایتی این مسائل باعث شد که ما میکانیزم بازار با سیاست های حمایوی حکومت سکتور خصوصی حفظ کنه. بسیار زیاد شکر بشوری سیب آجداده سیب شما خوب حالا روی کرده کشورهای دور نزدیک هم در حوزه اقتصادی به افغانستان چگونه اصلا گذاشته از بحث پاکستان کشورهایی که در حوزه مرکزی استن کشورهای جنوب آسیا چین نوا روی کرده در خصوص افغانستان دارن با وجودی که مشکلات سیاسی وجود دارد در حوزه اقتصادی میخواین چی و رابطه با افغانستان وجود داشته باشه کشورهای آسیای میانه بل خصوص ازبکستان قزاقستان ترکستان،, ترکستان ترکمنستان و تا سیای تا کشور روسیه هم ما صادرات داریم صادرات خوبی نیکی داشتیم نمیگم نه مگر بازارا تا امریکا هم که آنها را افغانستان و آنها بله. رسیدن گفتن تا اروپا هم میوی خوشکما فینا هم صادرات میشه بله. خشک خوشکما از مسیر رای ایرتان صادرات داشتیم امه. مگر یگان مشکلی که ما با کشورهای قزاقستان و ازبکستان داشتیم کشور قزاقستان در چندین نمایشگاه که ما کردیم قبلا جناب وزیر سبان با ما در سفر یکی بودیم در کشور قزاقستان در گذشته در دموریت هم پیشنهاد کرده بود که ما طرف های گمرکی افغانستان ماف میکنیم مافیت میتیم بان دفیصدی محصول میگیریم که مثل که از ایران از ازبکستان از قزاقستان از تاجکستان میگیرند در بینشان روابط حساب داشتن مگر بازم برای ما مشکلات ایجاد است ما صادرات داریم مگر طرفی گمرکی ما را ما را مارکت خوبی را که ما قزاقستان دسترسی نداریم به خاطر که در مسیر رای ما ازبکستان است ازبکستان مشابه تولید زراعت ما را همچنان دارم اگر انار باشه انگور باشه میوه باشه و هم میتونن که به قزاقستان صادرات کنن طرفی گمرکی از او کمتر طرفی گمرکی ما بیشتر است اگر طرف های گمرکی کمتر شوه و بدیل پاکستان او جده ما فیصدی سی فیصد چل فیصد بیس فیصد گرفته میتونیم ما با اوروسیا دسترسی داشته باشیم قزاقستان یک دریچه باز یک دربازه باز است میتونیم که از مسیر قزاقستان ما با اروسی صادر را داشته باشیم نفوز صادر نفوز اروسی بیشتر و مارکت خوبی هم است بازم برای ما برای کشور ما مشکلات هست می‌بینی که ما در بخش صادرات هم مشکلات داریم در بخش ترانسپورت هم مشکلات داریم ترانسپورت های میاری ما نداریم باید صد ترانسپورت قزاقستان و ازبکستان به مسیر افغانستان و از افغانستان به مسیر ازبکستان تا قزاقستان اگر روابط داشته باشیم بهتر از خود مشکلات خود ما داریم دو بخش محن. اما آنچه که بشور به مشوره کردن چقدر ممکن است که یک چیز مشترک مانند مثلا اتحادیه های گمرکی داشته باشیم ما چیزی که مثلا در اروپا رایج است با توجه به موقعیت افغان افغانستان و کشورهایی که در اطراف ما هستند چون یک چیز فکر کنید ممکن هست میتونیم به این نتیجه برسیم چون یک توافق وجود داشته باشه در که مشترک داشته باشیم اتاق تجارت مشترک داشته باشیم اتاق های زراعت مشترک داشته باشیم ما میتونیم که وجه صادرات خوبتری داشته باشیم باید. با قزاقستان و ازبکستان خود ما میتونیم که در قزاقستان مارکت افغان مارکت داشته باشیم مارکت مشخص باشه که آدرس تولید افغانستان به اونجا به فروش برسه و مارکت افغانستان کشور خوب زراعتی است و ما میتونیم که روابط خوب بیشتری با او داشته باشیم مگر متاسفانه که چندین سفرهایی داشتیم مشکلات خود هم داریم صادرات خود هم داریم <applause> خوب هم میگیم پاکستان نسبت به او کشورها برای ما بهتر و یک کشور سولت بند است قسمی که بشیری صاحب گفتن ما میتونیم که در پاکستان چی خوب یاد اوجه با پروسس با پسته بندی با میاری بودن اوجه ضرورت داره ما باید با پروسس های از خدا آماده بسازیم مگر متاسفانه تاجرای ما به تا او دو و توانی نیستن می پاکستان خوبی است که ما میتونیم با خلطه و برجی و اگر قصه وطنی ما باشه ما میتونیم با کجاوه هم انگور بگذاریم و صادرات کنیم با پاکستان پاکستان دیره قبول میکنه مگر متاسفانه که کشورهای قزاقستان و ازبکستان صادرات میاری ضرورت دارند که ما با او و توان نمیتونیم که صادرات میاری و بسته بندی های بیشتری داشته باشیم اگر حکومت حمایت بیشتر کنه موسا یوسایدی یا زمینی خوبی را بر تاجرا می آیا کنم ما ایجا بتانیم کم پلکس های زراعتی داشته باشیم کم ترانسپورت های ما هم پروسس و بستبندی ما میاری شود باز هم میتونیم صادرات بیشتر داشته باشیم در آخر دیدیم که یک شماره از کشورها بسیار علاقه مند هستند که به افغانستان بیان و سرمایه گذاری بکنند و معادن هم قرار داد کردند و از ازبکستان هم که شما پیشتر اشاره کردین آجید زدسته اما میخوایم بپرسیم که مثلا چه چی چیز توجه کشورها را جلب کرده که به افغانستان و گذشته از بحث امنیتی حالا چه موردی هست که کشورا میخواین افغانستان مثلا یک بخش از از مسائل اقتصادی از اینا باشن افغانستان یک کشور غنی و یک کشور بسیار سخی است افغانستان از مدنهای خوبی برخوردار است اه. افغانستان در بخش زمینه کار یکی از دوستای ما از تاجکستان آمده بودند با ما چند وقت در گذشته زندگی میکرد تجارت میکرد باز میگفت که افغانستان از دوبای بهتر است با واقعیت هم زمینه کار در افغانستان بیشتر است بل خصوص با کشور با کشورای با تاجرایی که از توانایی خوبی برخوردار هستند میایند با تاجرای افغانستان سرمایه گذاری مشترک شرکت های ای ایجاد میکنند سر مدن افغانستان سر صنعت افغانستان سر قالین افغانستان یک سکتور قالین ما بزرگترین سکتور تجارتی ماست کشورهای دیگه یک سرمایه گذاری میکنن هر قدری که روابط داشته باشیم به مان اندازه اقتصاد بهتری می داشته باشیم بسیار تشکر بر میکردم بشوری روی هم رفته اک طرف چمبندی هم بریم از شما کشورایی که مثلا پس از مدت طولانی از جنگ بیرون میشن چین و برنامه وقتی شگفای اقتصادیشون پس از جنگ باید اتخاذ بکنن و فکر میکنید افغانستان داره چون یک برنامه در اون مسیر قرار داره یا یعنی نیاز است که باید چون این برنامه داشته باشه فکر سرش؟ نیاز است که استراتژی ملی انکشافی افغانستان ایجاد شوه و یا دیزاین شوه که تمام سرمایه گذار چی داخلی و چی خارجی که در افغانستان تشریف میارن به منظور سرمایه گذاری مطابق استراتژی ملی انکشافی افغانستان سرمایهشان سوق داده و بالای منابع که در افغانستان موجود است و میخواین سرمایه بکنند این مسائل نیاز مبرم است و این مسائل و این اسنادهای تقنینی که یادآوری کردم مثل استراتژی ملی انکشافی نشان میده که با کدام شیوه و با استفاده از کدام منابع ما می خواهیم که مملکت به طرف توسعه پایدار سوق بدیم و این مسائل است که از طرف حکومت ها تر میشه و پیشنهاد میشه و در حقیقت مسئولیتش و دوش حکومت ها است هم مسئولیت تر و دیزاین و هم مسئولیت تطبیق و در بعضی از جاهای تطبیقی نظر به سیاست ملی اقتصادی را که دولت ها روی دست میگیرند از سکتور خصوصی هم استفاده میکنن. که در استفاده از سکتور خصوصی میشه در مقالب سرمایه گذاری های خصوصی از سرمایه گذاری خارجی هم دعوت میکنن و خود حکومت هم در بعضی از نقاط که اگر سیاست اقتصاد بازار انتخاب بکنن نقاطی که بیشتر عامل منفع از خود حکومت ها سرمایه گذاری میکنن چرا که در نقاط عامل منفع سکتور خصوصی بیشتر علاقه من نمیشه درست. و اقتصاد بازار هم مواردی که عامل منفعه در او دخیل است او رو واگذار کرده به دولت ها که باید خود دولت ها سرمایه گذاری کنند اسناد باید باشه درست. و یکی از نیازهای مبرم توسعه کشور و ارائه رفا به مردم بوده بسیار زیاد شکر سپاس گذارم به شوری سیف و عجیزاده سیف آخرین صحبت های شما رو میخوایم داشته باشیم فکر میکنین در مسیر درست اقتصادی داریم حرکت میکنیم یا نه این راه مستلزم یک سلسله تغییرات جدی هم هست ما با مسیر درست حرکت میکنیم با جایگاه خوب میره مگر متاسفانه که از آدرس خراب از راهی خراب میره وطن به سوی آبادی میره مگر متاسفانه که برای درستی نمیره مشکلات خود داریم یعنی می مشکلات است. شما ببینید می ای فعلا مشکلات مشکلات تاجر است امه. ما به مردم خود به ملت خود پیشنهاد میکنم کشور دوستترین نزدیکترین کشور بر ما شما پاکستان بود مگر امروز مشکلات بر ما پاکستان ایجاد کرده ما باید خودمون دست به دست هم بتیم تولید وطن خودمون مصرف کنیم مشکلاتی که داریم از یکی دیگه بشنویم مشکلات به تبادل افکار حل بسازیم دیگه با حکومت پیشنهاد میکنیم که ما مشکل داریم همه مشکلات حل نیست مگر حکومت هم به صدای تاجر لبیک بگوید صدای تاجر بشنوان فعلا خصوص تاجرای میوه و سبزی برای ما یک دین کرده بودن پیشنهاد کرده بودن که جناب وایس ما در مارکت میوه و سبزی مشکلات داریم صدای ما را به گوش مسئولین برسان تا که هم در بخش کرایه هم در بخش مشکلاتی که داریم که هم در بخش شارواری تکسای گزاف شارواله یک تکسی را ایجاد کردند که در فی سبزیجات میوه 300 افغانی میگران 300 افغانی بزرگترین پیس است با یک دیقان و با یک تاجری که متوسط شکر. سپاسگزارم شکر. شکر. سپاس کدار میمان اکرومی، زاده، و مامان اتاق سرعت و مالداری و شبیر رحمت بشیر رئیس حیط عامل مجموعه سنتکاران کابل از حضورتان در برنامه بسیار خوش آمدین و از آن بینده بین به این ترتیب می‌رسیم به پایین محور از حضور شما هم سپاسگزارم شبتان بخیر